هشتمین همایش سالانه مؤسسات وابسته به مرجعیت در شهر مقدس کربلا برگزار شد. طبق سالهای گذشته و بعد از پایان زیارت میلیونی اربعین حسینی، هشتمین همایش سالانه مؤسسات وابسته به مرجعیت شیعه آیت الله شیرازی مدظله در کربلا برگزار شد. در این همایش که با هدف گفتگو درباره همزیستی مسالمت‌آمیز در اربعین حسینی برپا شد، وکلای مرجعیت شیعه از سراسر جهان و جمعی کثیر از مدیران مراکز پژوهشی اسلامی و رسانه‌ای حضور یافتند. حجت الاسلام شیخ جلال معاش وکیل آیت الله العظمی شیرازی در گفتگو با شیه ویوز در این باره گفت ما در این همایش موضوع همزیستی مسالمت آمیز و زیارت میلیونی اربعین حسینی را با روی شعار مرجعیت مبنی بر امام حسین علیه السلام محور اتحاد مورد بحث و بررسی قرار دادیم به یفزود یکی از اهداف این شعار وحدت بین شیعیان وحدت بین تمام مسلمانان و همچنین وحدت مسلمانان با ادیان دیگر است زیرا حضرت امام حسین علیه السلام متعلق به تمام مردم جهان است حجت الاسلام شیخ ناصر اسدی وکیل آیت الله العظمى شیرازی در کربلای معلا نیز در این باره گفت برگزاری همایش ها یک امر کلیدی برای نجات و حل مشکلات ملت هاست چرا که در این همایش ها تعدادی زیاد از خردمندان و خبرگان که از نزدیک بر مشکلات یک جامعه واقف هستند شرکت می کنند. او ادامه داد برای بهرهمندی بیشتر از مراسم میلیونی اربعین حسینی شرکت کنندگان در این همایش به سختی های جامعه و چگونگی همزیستی مسالمت بین مردم برای حل مشکلات آنان پرداختند. حجت الاسلام افزود این همایش موضوع اربعین امام حسین علیه السلام سراغازی برای همزیستی مسالمت میز و بسیج امکانات را مورد بحث و بررسی قرار داد و لازم است فراموش نکنیم که همزیستی مسالمت میز یک امر ضروری و مهم برای جوامع انسانی است